بسم الله الرحمن الرحیم قرآن از تفسیر و تعین و تعبیل موضوعی قرآن از منظر امامت مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دویست و هفت و پنج مرز یا عرز المریزین یا اسلم السالمین مرض آن وضعیت ناهنجار و مخدوش و نامتحد وجود آدمی را گویند که به اشکال بسیار کسیری خود را نشان می دهد. این پریشانی و ناموزونی از حریم دل احساس می شود و در حریم ذهن خانده می شود و در حریم اعصاب مؤثر می شود و در حریم تن مشهود می گردد و عضو یا اعضایی از جسم را از درون یا برون رنجور و مختل و ناآرام می سازد و رفتار را از احاطه اراده و کنترل و نظم خارج می چون عضوی از وجود آدمی در تضاد و بیقراری نسبت به سایر اعضا و کل وجود قرار گیرد، آن عضو را مریض می نامند. پس مریضی حاصل عدم انسجام و اتحاد اعضا و جواره و حواس و ذرات وجود است پس مریضی پدیده ای ضد توهیدی است یعنی حاصل شرک است و از نشانه های آشکار شرک است پس امراض در واقع عذاب ناشی از کفر و شرک و ناخالصی در دین می باشد و در حکم اختارها و هشدارهای دل و خدای وجود به صاحب آن است تا به خود آید و توبه کند و خود را خالص نماید و همه عذابهای خدا بر ستمگران و کذابان و حرامخواران در مرحله نهایی در انواع بیماری ها آشکار می شود عذاب علیم در قرآن که به معنای عذاب در می باشد در حکم امراضی هستند که در جسم آدمی تولید درد می کنند عذاب سعیر یا سوزاننده عذاب عقیم یا بازدارنده عذاب مهین یا رسوا و خار کننده عذاب مقیم یا عذاب دائمی و عذاب مریب یا عذاب بشک اندازنده و وسواس عذاب شدید و عذاب عظیم و امثالهم هم انواع امراض در کمیت و کیفیت های گوناگون می باشند. برخی از عذابهایی که در قرآن آمده بیانگر نوع مرض می باشند و برخی شدت و درجه و مدت امراض را بیان می کنند و همگی عذاب و جزای اعمال انسان ها در این دنیا می باشند و وای بر جهان دیگر زیرا قرآن می هر که در این دنیا در عذاب است در آخرت عذابش بیشتر است مگر اینکه توبه نموده و اعمالش را پاک نماید و برخی از بیماران هستند که خودشان هیچ عذابی نمیکشند و فقط موجب عبرت یا عذاب اطرافیان میشوند و این هم نوع دیگری از عذاب است مثل امراض فلج اطفال یا جنون کلا مریض شدن جبرن به رضای خدا مبتلا شدن است و کلمه مرض و مریض نیز به لحاظ معنایی دقیقا همین واقع را نشان می دهد. مریض یعنی مبتلا شده به رضا و می بینیم که بیماران سخت و مخصوصا سعب العلاج چگونه به ناگاه به خدا نزدیک می شوند و نشانه های ایمان بی هیچ سابقه ای در آنها بروز می کنند. و به لحاظ وجودی هم خواه نخواه به مریضی خود تسلیمند و نمی که نباشند و برخی از امراض است که علاوه بر صفت عذاب صفت امتحانی هم دارند و این بر برخی از مؤمنانی که دچار شرک و خطا میشوند آرز می شود مثل بیماری حضرت ایوب علیه السلام یا در افتادن حضرت یونس در شکم ماهی بود که به رضای خدا تن در داد و تسلیم شد و بخشوده گردید و رها شد و بر مقامش در نزد خدا نیز افسوده گردید کلا امراض به خود آورنده اند و آدمی را از خواب جهل و نخوت و تکبر و غرور بیدار می کنند و بنابراین در جرگه نعمت های خدا هستند که از اشد رحمت اوست ولی اکثر مردم از آن روی می گردانند. خداوند در حدیث معراج می فرماید ای مردم همه شما مریض هستید و سالم منم به سوی من آیید تا سلامتی بیابید پس سالم مطلق خداست و خداپرستان خالص و ما بقی مردم در درجاتی از مرض زیست میکنند کنند که برخی می دانند ولی اکثرا نمی دانند تا اینکه مستولی و آشکار و همیشگی شود و از عذابهای مقیم و عظیم گردد و مؤمن اهل معرفت نفس میداند که به هنگام مریضی هرگز نباید به طبیبی جز خدا و یا یکی از مخلصان در دین رجوع نماید که در حکم یکی از خلفای خدا بر روی زمین می باشند یعنی برای مؤمنین واقعی رجوع به طبیب معمولی بازار شرک و بلکه کفر است و هرگز علاجی نمی و بلکه مرضش شدیدتر و وسیعتر می شود مؤمنان به ندرت مریض می شوند و اگر هم بشوند می دانند که حاصل خطا و یا امتحانی در دین و معرفت و اخلاص است و جز به خدا متوسل نمی شوند که قرآن می ذکر خدا شفاست و قرآن شفایی برای مؤمنان است و ذکر خدا یاد قلبی خداست نه بر زبان بردن ظاهری الفاظ اسماع خدا و دعاهای خرافی به هیچ معنایی از آن نمیفهمند. زیرا منشأ بیماری از دل است همانطور که قرآن میفرماید و آنها دلهایشان مریض است همانطور که منشأ سلامتی هم از دل است زیرا دل منشأ اول و آخر و علت حیات و اراده و کانون نفس و احساس و نیت اعمال است و از نیت بد اعمال است که دل مریض می شود ادامه نیت های پلید به تدریج مرض را قوت می دهد و تمام اعصاب و روان را رنجور می سازد و بالاخره در جسم هم سر باز می کند و تعین می یابد آنچه که مردم و اطبا بیماری مینامند تعین مرض دل است از طبیب حقیقی هم بایستی یک مؤمن مخلص زنده دل باشد تا با الغای ذکر قلبی خدا به قلب مریض او را از ریشه و اساس مداوا نماید و ما بقیه درمانهایی که در نزد اطباء بازار و مدرسه است همگی فریب کاری می باشد و سرنخ مرض را گم و گور می کنند و می بندند و مرض در اعماق ریشه می دواند و تبدیل به چندین مرض لاعلاج و مزمن می شود و این هم عذاب فوق عذاب است که در قرآن ذکر شده مریض به جای اینکه به خود بیاید و توبه کند و به خودش بازگردد و خودش را بشناسد و تسکیه نماید و اعمالش را اصلاح کند به اتباعی رجوع می کند که عموما پلیدتر و کافرتر و فاسقتر از خود او هستند و در واقع به منزله همکاران شیطان می باشند. پس طبیب حقیقی و حاضق فقط حبیب است حبیب دل و حبیب خدا و ما بقیعت بای ضد طب هستند و جنبه ای از مذهب ضد مذهب و سلامت ضد سلامت می باشند. و همه اطبای حقیقی در دورانهای گذشته که شرک و کفر تا این حد همه جایی نشده بود از حکیمان الهی و عرفا و مؤمنین در دین بودند و اصلا بانیان نخستین این علم همه مردان حق بودند همانطور که ابن سینا گفته است دانشگاه و استادی جز دین و خدا نداشته است و برای همین انبیا و اولیای خدا با نظری بسیاری از بیماران مؤمن و توبه کرده را مداوا می نمودند طب مدرن دکان شیطان است در مقابل دین خدا و لذا جز افزودن بر شدت و مدت امراض هیچ هنر دیگری ندارند و حرفه پزشکی مبدل به پلیدترین حرفه ها شده است و پزشکان اکثرا از منافقترین و فاسقترین ترین گروه های مردمند زیرا با جان بیماران پلیدترین ترین تجارت ها را می کنند و جواز قانونی آدم کشی را هم از طرف حکومت های خود دارند و این داروهای جدید تعین کامل سقر است که از مواد مصرفی دائمی اهل دوزخ می باشد که نه بقا و حیات می بخشد و نرها می کند. و این آیه از قرآن مستاق کامل داروهای دوران جدید می باشند که نه تنها درمان نمی کنند بلکه اعتیاد می آورند و رها نمی کنند و اشد این سغرها داروهای روانگردان می باشند که به منزله آخرین تجویزات پزشکی به بیماران لاعلاج می باشند. آنگاه که یک بیماری ساده در شبکه تخصصهای پزشکی و تکنولوژی مهلک پزشکی تبدیل به ده بیماری مزمن و ریشه‌ای شد مبادرت به تجویز داروهای اعصاب و روان می کنند تا به کلی نفس بیمار دچار استحاله و تناسخ شود و امکان بازگشت و توبه به حیات انسانی و ایمانی بر او به کلی ناممکن گردد و به موجودی نیم حیوان نیم گیاه تبدیل شود برای همین است که روان پزشکی آخرین دکه از شبکه شیطانی پزشکی مدرن است و همه میماران به این دکه منتهی می شوند و نابود میگردند. امروزه اطبا و پزشکی مدرن حتی از علاج یک سرماخوردگی ساده عاجز شده است و این بدان معناست که کل نظام پزشکی و دانش پزشکی و پزشکان حداقل شرف و صدق و ایمان خود را از دست داده اند و تبدیل به شبکه تبهکاری بین شده و لباس علم برتن نموده اند و در خدمت امپراتوری تراست های دارویی و شیمیایی قرار دارند و عملا این پزشکان نقشی جز دلالی و فروش کالاهای این صنعت و دانش شیطانی ندارند و بیهوده نیست که خود جامعه پزشکان در جرگه بیمارترین طبقات جامعه می باشند و دانش و فن پزشکی که به کلی از علم بودن توهی شده و تبدیل به تکنولوژی نابودی انسان گردیده خود در جرگه مریضترین دانش بشری است علی علیه السلام میفرماید، گرسنگی و بیماری هرگز با هم جمع نمی شود و خود علی علیه السلام و امامان و مردان حق و رسول اکرم صلی الله گرسنه نترین انسان های تاریخ بودند و مظهر فقر کامل در تاریخ می باشند و مظهر سلامتی کامل نیز هستند و تمدن شرک و نفاق که مظهر جهل و جنون است همه امراض را از فقر و گرسنگی و کمبود ویتامین ها و پروتئینها ها می داند و ادعایش داله بر رسوایی و حماقت اوست زیرا هرچه که بشر سیرتر می شود و بهداشت ظاهر بیشتری می یابد و شبان روز طبق جدول های غذایی جماعت پزشکان تقضیه می کند روز به روز رنجورتر است و امراض لاعلاجتری در او ظاهر می شود که هرگز سابقه نداشته است. امروزه مراکز تحقیقات بهداشتی و پزشکی کانون تولید هولناکترین امراض می باشند همانطور که در چند مورد رسوا شدند. ویروس ایدز که عامل مخوفترین و لاعلاجترین امراض است از همین مراکز تولید شده است. هرچند که بسیاری از ویروس های دیگر در همین مراکز تولید شده و به کشورهای دیگر صادر می شوند و در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی آنها هستند. آثار هولاک و جبران ناپذیر آنتیبیوتیک ها و مسکن ها و قرص های ضد افسردگی و ضد بارداری امروز آشکار شده است. و مجبور به اعتراف گردیدند که چگونه درمان یک سرماخوردگی تبدیل به میگرن و تومور مغزی و نارسایی خونی و کبدی و کلیوی و قلبی می شود. اصولا انسان کافر و مشرک و منافق در صدد علاج ریشه ای امراض خود نیستند بلکه فقط تسکین میخواهند و پزشکی مدرن هم همین کار را می خواهد بکند ولی نتیجه معکوس می گیرد که نهایتاً به داروهای روانگردان و یا مورفین و امثال هم پناه میبرد و این کار آخر در درمان پزشکی مدرن است و بیهوده نیست که خود پزشکان در همان آغاز به این روش درمانی نهایی رجوع می کنند و اکثرا الکلی و افیونی و معتاد به داروهای روانگردان میباشند. این پزشکان و کسانی که به آنها رجوع می کنند البته ماهیتی یکسان دارند و لایق همدیگرند همچون حکومت ها و ملت ها که لایق همدیگرند بیماری ها به امر خدا بر قافلان از خود و خدای خود فرود می آید تا شاید بازگردند و به خود آیند و خدا را به یاد آورند و این است که قرآن کریم ذکر را تنها شفای امراض می نامند. پس امراض آخرین نشانه و تحریک برای به خود آیی و خودشناسی است ولی اکثر مردم تکبر می کنند و به عذابهای بدتری می رسند و گم می شوند. مخدرات و مورفین و روانگردان های پزشکی همگی موادی هستند که بشر مریض متکبر را گم و نابود می سازند. رجوع بشر علم پرست و پزشک پرست به کانونهای خرافات و جهل مرکب مثل فالگیری و رمالی و جنگیری و دعانویسی و بردخانی و فوت کردن و امثال هم نشانه بنبست کامل دانش کذایی پزشکی می باشد ذکر اگر تنها علاج امراض جسم و روان است به معنای یاد قلبی خداست نه ورد خواندن بر مریض به معنای آن است که دل قافل از خدا که به واسطه همین قفلت و فراموشی مریض شده است خدا را به یاد آورد و به سلامت برسد شکم پرستی و پرخوری منشأ اصلی بخشی از امراض بشر است که حاصل دنیا پرستی و حرام خاری و حرص و بخل و سلطگری می باشد و اگر گرسنگی و قناعت با بیماری در یک نفر جمع نمی شود از این روست که از دنیا و دنیا پرستی فاصله می گیرد و اصلا گرسنگی موجب به خدایی مستمر در انسان است و آدمی را از پرستش اشیا و زرق و برق بیرون نجات می دهد و در خود فرو می برد و در خود متفکر می سازد و همین است راز سلامتی در فقر و گرسنگی البته فقر و گرسنگی که با ایمان و معرفت و اختیار پدید آمده باشد نه با اجبار و با این حال می بینیم که امروزه طبقات پایین جامعه که مصرف و خوردن جنونامیز را ندارند از سلامتی جسمی و روانی و عقلی بسیار بیشتری نسبت به طبقات شکم سیر برخوردارند. از خواص ماه روزه نیز همین است که انسان بیشتر متوجه خودش هست و اگر اهل فکر و ذکر قلبی هم نباشد همین گرسنگی موجب می شود انسان به درون خودش و لاعقل به گرسنگی شکم خود فکر کند و همین راز اصلی برکت و خیر روزه گرفتن است زیرا انسان قافل از خود حتی به لحاظ جسمانی هم از خودش قافل است و دردها و امراض کوچک خود را اصلا حس نمی کند تا آنجا که به کلی آجز و زمینگیر شود گرسنگی دل را لطیف می کند و دل لطیف شده به حیات و بیداری نزدیک می شود و صاحبش را به خود و خدای خود می خاند. به این لحاظ می توان گفت که امروزه مرضی جز شکم سیری وجود ندارد پس بیماری هر کسی از خودش می باشد و به قول علی علیه السلام بیماری مصری وجود ندارد انسانی که از دل قافل است و دل که مرکز اراده و قدرت و صحت و امر خداست به فراموشی سپرده می شود آنگاه در جهان بیرون اشیا سرگردان است به هیچ حمایت و قوت و اصل و ریشه ای این است که هر ویروس و مرض را از آن سر دنیا هم که شده میگیرد پس امراض مصری یک خودفریبی است که دانش کذایی پزشکی برای توجیه جهل خود اختراع نموده و مردم را میفریبد علت مرض هر کسی خود اوست و یک انسان مؤمن اهل دل اگر دریایی از ویروس ایدز و ایبولا را هم بنوشد به این مرض مبتلا نمی شود از توجه به دل خیش و معرفت نفس بر اساس حق جویی و خداخواهی و اخلاص است که بر اساس احکام الهی موجب زنده بودن دل و مغز و اعصاب و اعضا و جوارح انسان است اسلام یعنی سلامتی و سلام و سلیم و سالم از اسماع خداست انسان به میزانی که تسلیم خداست در حریم سلامتی قرار دارد و جز در طریق معرفت نفس نمیتوان در حریم امر خدا قرار گرفت زیرا حریم امر خدا دل انسان است و با دعا خواندن و روزه و ذکرهای لفظی و تقلیدی هم نمیتوان به سلامتی رسید. سلامتی امری وجودی و قلبی است و دین خدا هم بازیچه الفاظ و نمایشات نیست و دانش پزشکی امروزه در حوزه طبقات بالای دوزخ است و مرکز القای عذاب فوق عذاب است زیرا امراض عذاب ها هستند و علاج و روش درمانی این پزشکی موجب عذاب هایی فوق عذاب بیماری است و بر مؤمنان و سالکان معرفت نفس رجوع به این پزشکی حرام است و از اشد حرام ها و گناهان کبیره می باشد و موجب عذاب های عظیم می شود و نقصان کلانی در ایمان و معرفت به بار می آورد و موجبات تشدید و تقویت شرک و نفاق است.